کوها لاله زارم، کوها لاله زارم، لاله ها بیدارم، لاله ها بیدارم، تو کوها دارن گل گل گل، آفتابو میکارم، تو کوها دارن گل گل گل، آفتابو میکارم. توی کوه جان جان جان، یه جنگل ستاره داره، جان جان، یه جنگل ستاره سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت برنامه این ساعت همصدایی از این شبکه هستید. برای همه شما ساعت خوبی رو واقعا آرزو میکنم. دیشب گفتگوی آخر کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا بین پرزیدنت اوباما و آقای میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست انجام شد. نکته بسیار جالب این است که در این گفتگو 47 بار نام ایران بر زبان کاندیداها آمد، 35 بار نام سوریه و 32 بار نام اسرائیل. به نظرم میرسه که شاید اشتباه بکنم، ولی تعداد باری که نام ایران بر سر زبان آمد از تعداد باری که نام ایالات متحده آمریکا بر زبان آمد شاید بیشتر بود. ولی به هر حال ایران مرکز گفتگوی دو کاندیدای ریاست جمهوری برای 4 سال آینده در ایالات متحده آمریکا بود و این نشان میداد تا چه حد این مسئله مورد توجه سیاست مداران آمریکایی است. اما گفتگوی دیشب کم استقبال ترین گفتگو از نظر مردم آمریکا بود، چرا که برای مردم آمریکا سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا خیلی اهمیت نداره، بلکه مسائل خودشون و در درون خودشون فوق‌العاده اهمیت داره. امروز برای آمریکایی‌ها بیش از هر چیزی مسئله اقتصادی مطرحه، شغل مطرحه، کار مطرحه، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش. اینا نکات بسیار مهمی است که آمریکایی‌ها بهش توجه دارن. شاید به همین دلیل بود که گاه و بیگاه شرکت کنندگان در مناظره به ویژه پرزیدنت اوباما از مسائل سیاست خارجی حتی خارج می‌شد و سعی می‌کرد به این نکات هم اشاره‌ای داشته باشه. به هر حال نتیجه مناظره به نظر می رسید سبب پیشی گرفتن پرزیدنت اوباما بر فرماندار میت رامنی شده و باید منتظر روزهای آینده بود. نکته مهم دیگری که امروز اعلام شد، در 3 ماه گذشته جمهوری اسلامی رکورددار اعدام سرانه در جهان بوده است، یعنی نسبت به تعداد جمعیت خودش بیشترین رقم اعدام رو انجام داده. و نکته دیگری که باید در خدمتون در این لحظه عرض کنم، من توضیحاتی رو در یکی از برنامه‌های قبلی خودم در مورد فیلم آرگو ساخته آقای بن افلک خدمتون دادم. چندین تلفن داشتم که از من می‌پرسیدند که چرا این اظهارات رو کردی. من اظهاراتی رو کردم که بر مبنای دیدن فیلم به عنوان یه بیننده برام مطرح شده بود و پرسش‌هایی رو داشتن، از جمله اینکه خب چرا میگی که مردم در ایران این کارا رو کردن؟ چرا شما میگی فیلم توهین به مردم ایرانه؟ ببینید، یک فیلمساز آگاهی مثل آقای بن افلک قاعدتا میدونه که فیلم رو چجوری باید بسازه و چجوری هالیوودیش کنه، خوش گیشش بکنه،
که شده، فیلم بسیار پرفروشی است و مورد استقبال قرار گرفته، و در این بحرانی که رابطه بین ایران و آمریکا به وجود آورده و بتونه احساسات مردم رو تحریک بکنه. این فیلم از نظر تحریک احساسات آمریکایی‌ها بر علیه نه دولت ایران بلکه ملت ایران، مردم ایران، بسیار فیلم موفقی است. یعنی فیلمی است که شما واقعا چهره دولت رو نمی‌بینید. چهره دولت حتی تطهیر میشه به نحوی وقتی گفته میشه که دولت اجازه میده به این فیلمساز که برای تحت نام فیلمساز به ایران سفر بکنه تا جان اون چند گروگانی رو، چند ایر آمریکایی رو که توانسته بودن در بران از سفارت و به دست گروگانگیران نیفتن، طبق یه طرحی به عنوان فیلم مستند میخوان تهیه کنن، بره و اونها رو نجات بده. حتی در اینجا نشون میده که علارغم خشونت اون وزیر ارشاد، اون مردی است که به هر حال حکم صادر میکنه و اجازه فیلم برداری رو میده. اما مردم از هیچ نوع خردی برخوردار نیستن و درسته که در اون روزها ایران در تب و تاب گروگانگیری میسوخت، ولی این امر در تب و تاب گروگانگیری سوختن یک تب عمومی نبود، یک تب دور سفارت آمریکا بود. و بعد بعضی از مستندات غلط وجود داره. در سال 1358 که گروگانگیری اتفاق افتاد، توجه باید بفرمایید که به هیچ وجه قوانین شریعت و اعدام در ملأ عام روی جسد ثقیل در ایران انجام نمی‌شد. این یک جعل تاریخی است. بنابراین این جعل تاریخی رو آقای بنفلک فقط برای اینکه فیلم رو تندتر بکنه، آتش ضد ایرانیش رو در اینجا نشان داده است. و نقشایی هم که به بازیگران ایرانی سپرده شده، نقشای بسیار بسیار کوچک و نقشایی است که اگر اونها رو حذف از مجموعه فیلم بکنی هیچ اثری واقعا در فیلم نداره. نکته مهم اینه که چرا باید از فیلمی استقبال کرد که و درباره من نمیدونم بازیگرای ما چه حسابی میکنن. آیا فقط به خاطر کار؟ وقتی هنرمندان مشهور و بزرگی ما داریم، برای جامعه ما اینا بزرگن، اینها قبول میکنن در نقش یک دقیقه‌ای در یک فیلم بازی بکنن. خب قاعدتا شاید منافع مادی یکی از دلایل پذیرش این نوع نقش هاست، شاید، من نمیدونم واقعا، ولی فکر میکنم که هیچ کمکی به مبارزه مردم ایران نمیکنه. اینکه ما آثاری رو تایید بکنیم و به دنبالش باشیم که از ما یک شمای بدتری رو در اختیار مردم جهان قرار بده. آقای بنفلک از این نظر کاملا آدم موفقی بوده و فیلم پرفروشی رو ساخته، ولی این فیلم مخالف مردم ایرانه و نه مخالف رژیم حاکم بر ایران. یا چنین تصوری میده که در واقع این مردم لایق همون حکومتی هستند که سر کار آمده است. به هر حال امیدوارم هنرمندان ارزنده کشور ما به هنگامی که میخوان نقشی رو قبول کنن، لااقل به محتوای اون نقش و اینکه مجموعه به چه صورتی داره، به چه سویی داره حرکت میکنه، قدری خب بیندیشن. به هر حال این آثار میمونه و نام اونها به عنوان شرکت کنندگان این آثار، شرکت کنندگان در این آثار باقی میمونه. خب چرا؟ اگر احتیاج مادی نیست، چرا باید پذیرفت نقشهایی رو که افتخارآمیز هم نیست و رضایت بخش هم نیست؟ نمیدونم، هر کسی صلاح کار خودش رو خودش میدونه. اجازه بدید در برنامه امشب من دو گفتگو دارم. گفتگوی اول من با آقای سعید بهبانی است درباره یک اقدام از سوی اتحادیه اروپا، و در قسمت دوم به هلند خواهیم رفت و گفتگوی داریم با یکی از نهادهای مبارز و مخالف جمهوری اسلامی که در هلند فعالیت میکنه. اجازه فرمایید به یک قطعه موسیقی گوش کنیم تا آقای سعید بهبانی رو بتونیم داشته باشیم.
دلشو ندیده، جنگلاشو انگار یکی نقاشی کشیده، کوه و دریاش با منه، خونه قاش خونه یه منه، انگاری همه کوچه هاش با هم حرف میزنم. اگه جایی رو میشناسم یه خونه یه محکمه، اسم این خونه همیشه مثل تو پشتمه، مثل تو پشتمه. صدای بلند میگم من یه ایرانی بینندگان عزیز، قبل از آغاز گفتگو با آقای سعید بهبهانی، برنامه ساز و مدیر شبکه تلویزیونی اینترنتی میهن، باید چند تا نکته رو به اطلاعاتون برسونم. یک شنبه آینده در برنامه نسیم شمال مهمان برنامه
آقای دکتر عباس میلانی خواهند بود و در دوشنبه آینده معمولا من با جناب مانوک خدابخشیان بودم و هستم، ولی دوشنبه آینده استثنا نیستم، مهمان دیگری دارم به جای جناب مانوک خدابخشیان، آقای خسرو سمنانی، کارشناس مواد رادیواکتیو، و برنامه ویژه و به طرز خاصی رو خدمتتون ارائه خواهم داد. در هفته بعد مجدداً در خدمت جناب مانوک خدابخشیان و آقای رضا گوهرزاد خواهیم بود. اگر اجازه فرمایید من شروع می‌کنم به گفتگو با جناب سعید بهبهانی، فعال سیاسی، برنامه‌ساز و مدیر تلویزیون میهن. جناب بهبهانی سلام. من سلام می‌کنم به شما و همه بینندگان محترم برنامه شما و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. بفرمایید که دلیل اینکه شما به ام تلفن زدید و گفتی که آقا می‌خواید این خبر اعلام بشه و زودتر اعلام بشه، یک خبر چیه و چرا می‌خواید زودتر اعلام بشه؟ عرضم به حضور شما که البته این دیگه یه قدری نمی‌دونم، هنوز نتیجهش اعلام نشده، ولی معمولاً هر ساله این موقع در ایام پاییز که می‌شود پارلمان اروپا یه عده از اعضای خودش رو به ایران روانه می‌کنه و خب طبیعتاً اونا هم خوشحالن که یه سفر مجانی میرن، پول بلیتشون هم پارلمان میده، اونا میرن یه 7-8 روزی اونجا مهمانی رو برمیگردن. ولی امروز با توجه به شرایطی که وجود داره و مسائل تحریم و در حقیقت موضوعاتی که ما باهاش رو برسیم و فشارهایی که درون ایران هست، من فکر میکنم که باید ما در حقیقت تبدیل به صدا بشیم و به حال یه جایی بیستیم و بگیم که آقا این رفتار درست نیست، این رفتار دوگانه است. شما از یه طرف تحریم اقتصادی میکنیم و به مردم ایران فشار میاریم، از یک طرف شما از اون زیر میرید باشون مماشات میکنیم. باید تکلیف رو روشن کنیم و من از روز اول معتقد بودم که در مورد ایران نباید تحریم اقتصادی بکنم، بلکه باید دولت و حکومت ایران رو تحریم سیاسی بکنم. دلیلش اینه که من یک در وبسایت میهن تیوی یک بخش رو گذاشتیم، نامه به کشورها. سال 2009 ما این نامه رو نوشتیم گذاشتیم اونجا و نظرات اونم گفتیم که آقا تحریم اقتصادی نه، تحریم سیاسی آره. بنابراین الان توی این شرایط که اتفاق افتاده، میدونی که توی پارلمان اروپا یک جریانی وجود داره، یک گروهی هستن که خودشون فرند آف افری ایران اسم میذارن، یعنی دوستانی که خواهان یک ایران آزاد هستن و اینا بسیار فعالن و الان هم در حقیقت یک اعتراضات مفصلی نسبت به اعزام این گروه به ایران صورت گرفته. من پیشنهاد مشخصم این بود که اگر ما بتوانیم از رسانه ها استفاده کنیم و همه مردم رو گسیل کنیم به اینکه آقا ما گره به دست خود ما باز میشه، به دست دیگری این گره باز نمیشود، ما بایستی که حرکت کنیم، منتظر اون یکی نباشیم، هیچ امامی، هیچ شاهزاده‌ای، هیچ اسبی، هیچ پیامبری وجود نداره، مردم خودشون، یعنی من و شما، ما خودمون باید این کار رو خودمون حل کنیم. بنابراین ما میتونیم که در حقیقت یک طوفان تلفنی را بندازیم و زنگ بزنیم به پارلمان اروپا، به این شخصیت‌ها، و معمولا هم اینا بیشتر از طریق حزب سبز ها هستن. می‌دونیم که حزب سبز ها علاوه خصوص در آلمان آقای یوشکا فیشر به خاطر روابط فامیلی که با بعضی از این شخصیت‌های ایرانی داره، به هر حال یه جوری میخواد که با اینا مماشات بکنه و باید جلوی این حرکت رو گرفت. من پیشنهادم اینه که بنده، جناب عالی و دیگران همه بیایم روی این موضوعات ساده وایسیم و از اینجاها شروع کنیم و مردم رو بسیج کنیم. ما در خارج کشور نه لشکری داریم، نه نیروی داریم، نه سربازی داریم که بتونیم بریم مقابله کنیم. قدرت رو هم با قدرت میشه زمین زد، قدرت رو با حرف زمین نمیزن، قدرت زمین میزن. بنابراین ما بعد از قدرت خودمون استفاده بکنیم و بیایم این گونه رفتار بکنیم، معرفی بکنیم، شرایط رو تعریف بکنیم برای کسانی که باهاشون داریم زندگی میکنیم. تو هر کشوری که هستیم ما بریم برای مردمان اون کشور تعریف کنیم، ما به رهبران سیاسی اون کشورها نامه بنویسیم، مرتب بهشون بگیم، شرایط رو تعریف کنیم،
بگیم آقا در ایران مرتب دارن اعدام میکنن. میگه قزوین ظرف یک سال بنزی 20 سال اعدام کرد. اصلا اینا وحشتناکه اخباری که از دهان ایران میاد. وضع معیشت مردم، اقتصادش، بانک ها در حال ورشکستگی، همه چیز در هم بر همه. و اونجا هم بین خودشون دعوای قدرت، احمدی‌نژاد نامه نویسه به قضایی، قضایی نامه نویسه به اون. اینا هم برای ما بازیه، اینا چیزی از این نمد کلاه حاصل ملت ایران نمیشن. به نظر من ما بایستی که یک در حقیقت امروز در حقیقت در پارلمان اروپا جلسه توجیهی بوده، ولی این گروه Friends of Free ایران که یک گروهی است درون همون پارلمان که بیشتر هم مجاهدین با اینا فعالیت میکنن، همون گروهیه که خانم رجوی رو چندی پیش به پارلمان اروپا دعوت کرد و در اونجا خانم رجوی هم صحبت کرد. اینه که ما بایستی که از این امکانات استفاده کنیم. من خواهشم از شما و دوستان این بودش که تو این زمینه با همدیگه همکاری کنیم و مردم رو در حقیقت بهشون بگیم که آقا راه کار کدام. آقای بهبانی به طور مشخص بفرمایید چه باید بکنیم؟ عرض کردم که ما میتونیم به طور مشخص روی موضوعات ساده مثل همین موضوع در مورد همین آقای بهبانی در مورد همین موضوع چه باید بکنیم؟ باید تلفن کنیم. باید تلفن کنیم. تلفن‌ها رو دارین اعلام بکنی؟ بله من میتونم تلفن‌ها رو بگم. شمرده اعلام بفرمایید تا همکاران منم بتونن روی صفحه بگذارن. بله رئیس پارلمان اروپا آقای مارتین شولز هست که ایشون از حزب سوسیال دموکرات آلمانه. تلفن ایشون در بروکسل هست 322-28-45-766. این رئیس پارلمان اروپا است از حزب سوسیال دموکرات آلمان آقای مارتین شولز. شخصیت دیگری که میشه باهاش تماس گرفت، عرضم به حضور شما، ببخشید من این شماره تلفن رو اشتباه گفتم، تلفن آقای شولز از 322-284-523-34. این تلفن آقای شولز 322-284-523-34. شخصیت دیگری که هست که از حزب چپ آلمانه دی لینک خانم ارنست هست که تلفن ایشون هست 322-228-45-766. تلفن خانم ارنست هست 322-228-45-766. و باز یکی دیگه از شخصیت ها آقای تریا کرومبری هست، کرومبرگ، که ایشون در حقیقت از گرین پارتی فرلاند هستن. ایشون هم تلفنش از 322-28-45-374. میتونیم ما از این کارا استفاده کنیم. از این طریق های فروزنده ما میتوانیم مردم رو در حقیقت به حرکت در بیاریم. پس اجازه بدید آقای بهبانی، رئیس پارلمان اروپا در بروکسل آقای مارتین شول، درسته؟ بله. تلفنشون بود 322 اتاق فرمان. آیا میتونید این تلفن ها رو صفحه بگذارید؟ مثل اینکه دارن تلاش خودشون رو میکنن. 322-284-523-34 تلفن خانم ارنس از حزب چپ آلمان. حالا حزبش واقعا اسمش همین اسم حزب چپه یا؟ بله دیگه حزب چپ دیلینک اسمشون. بله 322-228-45-766 و تریا کرومبری از حزب سبز دانمارک فنلانده فنلاند از فنلاند 322-284-53-74. خب وقتی تلفن میزنیم چه باید بخوایم؟ والا همین بخ خواستم هم رو بگیم، یعنی خیلی ساده، هر کسی به زبان خودش باید خواستش رو بگه، بگه آقا این شرایط اینه، نباید این شما اعزام کنید آدم ها رو بگیرن، ایران رو باید تحریم سیاسی بکنید، شما از این وقت تحریم اقتصادی میکنید، فشار به مردم میاری، از این میگی باهاش حرف میزنی، مماشات میکنید، خب بالاخره چیکار میخواییم بکنید؟ تکلیف رو روشن کنید، باید مخالفت کرد با اعزام این هیئت.
خب این فکر میکنم روش خوب و موثری میتونه باشه اگر این ارتباط ها برقرار بشه. منتها اینا به زبان هایی است که زبان انگلیسی حتما نیست و چجوری میشه این ارتباط رو برقرار کرد؟ شاید بشه جمله. چرا همشون انگلیسی بلدن؟ همشون میدونن. دوستانی که تماشا میکنن حتما در ممالک اروپا به زبان خودشون حرف میزنن، اونا حتما دو سه زبان آلمانی، انگلیسی، فرانسه رو که به راحتی همشون بلدن و میتونی هر کسی با زبان خودش مطلبش رو بیان کنه. بله این نکته که میفر... مثلا بله بفرمایید. شرمنده. من حتی مثلا با آقای دکتر مداد درمیشپور صحبت میکردم راجع به همین همایشی که در کل برگزار کردن جمهوری خواه. بودم به جای این که شما این کارا رو میکنید، به جای این که بهشون میگید که ما استراتژیمون انتخابات آزاد هست، خب این حرف تو کت مردم درون ایران نمیره، چون که یارو در خونه‌شو که وا میکنه پاسداره تو صورتش. بعدم اون به شما خواهد گفت شما چی راجع به چی انتخابات آزاد چه معنی داره با این حضور چنین حکومتی، چه خیالاتی شما برای خودتون میکنید، چه رویه. ولی اگه شما بهش میگید که آقا بر علیه اعدام، بر علیه شکنجه، اون اونو با پوست و گوشت و استخون خودش لمس کرده. همه ما در ایران یک جوری بالاخره یه قربانی دادیم، یا در جنگ کشته شده یا در زندان رفته، بالاخره ما یه جوری هممون یه قربانی داریم به وسیله این جمهوری اسلامی. مردم چیزای ساده رو میفهمن، چیزی که روزمره است باهاش زندگی میکنه رو لمس میکنه. وگرنه با ایشون با بله درسته، اما ولی گفتم همین به اما ولی که نسه داستان میشه. وگرنه با مردم حرف ساده بزنید. اتفاقا من هفته گذشته بعد از برگزاری این اجلاس در کلن آلمان با آقای درویشپور یک صحبتی داشتم، حالا با شما هم مطرح میکنم. قرار نبود که گفتگومون طول بکشه، وقت شما رو بگیرم، ولی میگم این سوال رو مطرح میکنم و پاسخ شما رو میخوام. حقیقتشو بخواید خیلی خسته کننده شده و بیمعنی این جلسات مختلفی که برگزار میشه. یه دی دور همدیگه جمع میشن و کلی انرژی گذاشته میشه، نتیجه این است که نمیدونم یعنی چی، یعنی هیچی از توش در نمیاد. نه میدونی چرا خسته کننده؟ نه بفرمایید. من این سوال رو مطرح کردم، من ازشون پرسیدم که کنش شما چیست بین این همایش که انجام میدی تا همایش بعدی که میخوای انجام بدی، سه ساله، چهار ساله، شما کنشتو تعریف کن. ببینیم خود شما در ظرف از این همایش تا این همایش چه فعلی رو انجام دادی، چه کنشی کردی؟ خب مردم آوردن تو خیابون. خب مردم به ما چه؟ مردم چه ربطی به ما دارن؟ ما به مردم گفتیم مردم بیان تو خیابون، مردم اومدن. شما به مردم گفتیم مردم بیان تو خیابون، اومدن. الان برو به شروع بیا ببینم میاد. به خاطر اینکه هیچ کنشی نداره، به خاطر این بیمزه است. یه دو دور هم جمع میشن، همه رفیقن، همه از ایام قدیم هم رفیقن. یه مشکل دیگه هم که وجود داره، اینا پرورش یافتگان دوران انقلاب هن. اینجا این ما همه پرورش یافتگان دوران انقلاب، اما پشت میز مدرسه یه شدیم چریک که فدایی، اون شد مجاهد، اون یکی شد فلان، بدون اینکه بن و پایه داشته باشیم. و اونایی هم که عنیق شدن هنوز اون سکت و اون فرقی نمیکنه، اونا داره با خودش، اون هنوز پیکاریه، اون هنوز اکثریته، اون هنوز اقلیته، اون هنوز طوفانیه، هنوز همونان، اون هنوز تودهیه. علازهای میگوید که من نیستم، ولی من به شما قول میدم اگر زمانی فرض بفرمایید که دوباره حزب توده درست میشود، همین آدمایی که امروز میگن ما تبری میجوییم از توده، اینا دوباره جمع میشن در زیر، برای اینکه چیز پایه نداره، اصالت نداره، رو حواس ریشه نداره. آقای بهبانی، به عنوان اولا بینندگان عزیز، شماره هایی که روی صفحه ملازم فرمایید شماره هایی است که جناب سعید بهبانی دادن. تلفن اول مربوط است به فنلاند، مربوط است به فنلاند که خانم یا آقای تر یا کورنبری از کشور فنلاند. تلفن دوم که ملازم فرمایید تلفن رئیس پارلمان اروپا آقای مارتین شولتز هست، و تلفن سوم که ملازم فرمایید خانم ارنز از حزب چپ آلمانه. من خواهشم این است که در خلال که من آخرین سوال رو از آقای
بهبانی مطرح میکنم، این تلفن ها رو یادداشت بفرمایید. این ساده ترین حرکت سیاسی است که ما میتونیم بکنیم. مطمئن باشید که هیچ مانعی بر سر راه زندگی پسرخاله و دخترعمه شما اصلا در ایران به وجود نمیاد. اگر یک تلفنی رو به رئیس پارلمان اروپا بزنید و بگید آقا از فرستادن نمایندگان خودتون برای خوشگذرانی در جمهوری اسلامی چند روز استراحت و احتمالاً از صیغه های ارزان قیمت خودداری بفرمایید، به واقعاً به فکر مردم ایران باشید. آقای خود من تون رفتم نه؟ نه درسته، دقیق گفتی. ببین داستان سر این جناب فروزن، الان این تلفن ها همه پارلمان اروپا است، همه این تلفن ها مربوط است به بلژیک بروکسل، بنابراین این شماره ها و پیش شماره همه بر کشور بروکسل هست، یعنی کشور بلژیک شهر بروکسل هست، همه این افراد مقیم بروکسل هست. با اونا هم تماس میگیرم. ببین بعد داستان بحثر اینه که ما یه چیزی این وسط گم شده، این چیزی که من بهش اشاره دادم پدیده میهن این وسط گم شده. ما برای تعطیلات میریم تعطیلات، ایران شده مرکز تعطیلات، تعطیلات میره. این با آدم میهنش با جایی که میره تعطیلات دو تاست، این میخواد بره تعطیلات، نمیره میهنش. اون پدیده گم شده. تمام این جنگا که میبینی تو تلویزیون شما مطرح میشه، تو تلویزیون دیگری مطرح میشه، مصدق شاه نمیدونم فلان اینا، حزب مشروطه، یه چیز اون وسط نیست، میهن. ما پدیده ناسیونال رو داریم، پدیده قوم و قبیله رو داریم، همه در قوم و قبیله خودمون خیلی هم شیر و قهرمانی، ولی میهن وجود نداره، اون پتریزم نیست. باید تشویق کرد، تعریف کرد میهن را، میهن این قوم اون وسط. تا زمانی که شما میهن نداشته باشی هیچ کدوم اینا به جایی نمیرسه، هیچ کدوم این تلاشا به جایی نمیرسه. چرا؟ برای اینکه هر کسی گوشه لحافو گرفته میخواد برای خودش بکشه، میهن توش وجود نداره. باید یه کاری کرد که مردم معنا و مفهوم میهن رو خودشون پیدا کنن، نه ما بهشون بگیم، خودش این باورش بشه، تبدیل به باور بشه، پدیده میهن تبدیل به باور بشه. جناب بهبانی مثل همیشه صحبت کردن با شما واقعا لذت بردم و حتما در یک جلسه دیگری از شما دعوت میکنم تا با هم صحبت کنیم در مورد اینکه آقا کی باید پایان داد به این جلسات در سالن‌های دانشگاه‌ها، هتل‌ها و غیره و غیره. چه روزی ایرانیان خارج از کشور در میابند که در چه زمینه قدرت دارن، همون نکته‌ای که شما گفتید، و از این قدرت چگونه استفاده باید کرد. راه حل اینه، باور کنید بحث بر جریان سکولاریزم، وحشت برگشت از سلطنت به ایران، وحشت برگشت از جمهوری به ایران، اینها همه واهمه های بیم نام و نشانه و ما رو به هیچ جا نمیبره. عمل ما و استفاده از قدرتمون و پیدا کردن نقاط قدرتمون هست که احتمالاً کاری رو برای هموطنانمون و اون چه که آقای سعید بهبانی به درستی میهن ذکر کردن میتونه انجام بده. من به شما وقت بخیر میگم جناب بهبانی. ممنونم از محبت شما، سپاسگزارم از این فرصت که به من دادید. سپاسگزارم. بینندگان ارجمند به پیام های بازرگانی تلویزیون توجه میفرمایید، برمیگردیم و در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. It's about time. شبترانه‌ای به رنگ آبی ترین جای دریا، شنبه 17 نوامبر 2012، 7 Theater Beverly Hills Los Angeles. شبترانه ابریشمین با دو درخت بی زمین، فرهاد بشارتی و سازش که قانون عشق است، شهریار غنبری و مخمل ترانه هایش که حافظه یار و دیار است، شما را میبرند تا قله ها، تا آبی ترین جای دریا، شبی برای لمس دوباره عاشقانه ها به همراه بهترین های جهان. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن. برای حضور در این سفر جادویی با این شماره تماس بگیرید، 888-245-88-88 و بلیط را از Ticketmaster, 7theater.org, farhadmusic.com و همه فروشگاه های معتبر ایرانی بخواهید. It's about time. شنبه 17 نوامبر 2012 with Farhad and Shahyar.
Glendale Kia is California's number one volume Kia dealer in combined sales for the past 10 years. Glendale Kia has over 500 pre-owned vehicles, and each new Kia comes with a 10-year, 100,000-mile warranty. We offer easy finance at Glendale Kia and have been at the same location for over 25 years. The all-new Kia Optima Hybrid with class-leading MPG and class-leading horsepower. So click, call, or come by today. خاطری از شروعی تازه، خاطری از لذت بازگشت به خانه، خاطری در کنار هم بودن، خاطری دوری از خانه. خاطره چشیدن اولین غذا این است که برنج دعوت را متفاوت جلوه می دهد. مالکیت دائمی در پاناما. با خرید ملک در کشور پاناما مالکیت دائم خواهید داشت. خرید ملک در پاناما همانند ایران، آمریکا و کانادا دائمی است و تحت بیمه های بزرگ جهان سند مالکیت شما تضمین خواهد شد. سرمایه گذاری و خرید ملک در پاناما که یکی از باثبات‌ترین کشورهای جهان به شمار می رود طی 10 ساله گذشته همواره به طور چشمگیری بالا رفته است و با برنامه های اقتصادی گستردهی چون بودجه 5 میلیارد دلاری گسترش کانال پاناما، ایجاد مترو در پاناما سیتی و گسترش فرودگاه بین المللی پاناما و افتتاح این پروژه ها در سال 2014، پاناما سیتی به یکی از مدرن‌ترین شهرهای جهان تبدیل می شود. برای سرمایه‌گذاری و مهاجرت به پاناما با دفتر مرکزی جوین پاناما تماس حاصل فرمایید. 818-394-6503 www.joinpanama.com. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کودک درون، کنفرانس 16 ساعته دکتر فرهنگ هلاکویی شامل 5 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و نوجوانی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوسلدورف، شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، ورودی 90 یورو. استکهلم، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 22 تا 25 اکتبر، 5 تا 9 بعد از ظهر، ورودی 600 کرون. لندن، شنبه و یک شنبه 27 و 28 اکتبر، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، ورودی 80 پوند. گوتنبرگ، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 29 اکتبر تا 1 نوامبر، 5 تا 9 بعد از ظهر، ورودی 600 کرون. هامبورگ، شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، ورودی 90 یورو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و کارت ورودی با شماره هر کشور تماس گرفته و یا با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 در آمریکا و یا وبسایت drhulagui.com جای خود را رزرو فرمایید. بینندگان عزیز، پس از پیام‌های بازرگانی و گفتگویی که داشتم با جناب سعید بهبهانی برگشتم و این بار مهمانی دارم که برای اولین بار در برنامه من شرکت می‌کنند از کشور هلند و می‌خوان طرحی رو مطرح کنند، طرح شورای آزادی یا اتحاد با هم. این گروه یا این شخصیت‌ها، این آدم‌هایی که دور هم جمع شدن، این هموطنانی که دور هم در این زمینه جمع شدن، معتقدند بر اساس این طرح، یعنی طرح شورای آزادی یا اتحاد با هم،
می توانند ساختاری رو برای ایران به وجود بیارند که مانع از بازگشت هر نوع دیکتاتوری بشه. اجازه فرمایید که من در این لحظه گفتگوم رو در این زمینه آغاز بکنم با آقای ناصر پاکنژاد، نماینده این گروه برای طرح مسئله طرح شورای آزادی. آقای پاکنژاد سلام. درود بر شما، سلام خدمت شما و بینندگان عزیزش. جناب پاکنژاد، برای من اولا روشن بکنید که گروه شما کیه، چیه، از کی به وجود آمده و چطور رسیدید به این طرح بسیار مفصلی که در زمینه‌های اتحاد با هم و طرح شورای آزادی شما رسیدید. بله، عرض کنم داستان شهری کمی مفصل باشه، من سعی میکنم خلاصه. فقط توجه بفرمایید که ما مجموعاً حد اکثر 40 دقیقه برای فرصت گفتگو در اختیار داریم. بله، چشم. عرض کنم این ایده این طرح در واقع مربوط به 14-15 سال قبل هست، اما یک سری زمان تحقیقاتی دنبالش داشت و در واقع در سال 1379 این طرح به پایان رسید. این مربوط به یک سری از فعالان سیاسی هستش که به هر حال در داخل ایران هستند و اونها در اون زمان این طرح رو اتمام به تمومش کردن و در این ارتباط سعی کردن که با شخصیت‌های سیاسی، با احزاب و سازمان‌های مختلف در واقع وارد گفتگو بشن. خب این طرح به اشخاص مختلف و سازمان‌های مختلفی ارسال شده، وارد گفتگو شدن، ولی خب متاسفانه اونطور که باید شاید نتیجه نگرفتن. البته نمیدونم آیا شما طرح رو تونستید مطالعه بکنید یا نه، ولی طرح از ویژگی‌های بسیاری برخورداره که مهمترین ویژگی اون اینه که در به اصطلاح دیگه امکان بازگشت دیکتاتوری تحت هیچ شرایطی در فردای ایران وجود نداره. یعنی مردم هر نوع اشکال نظام‌های سیاسی که انتخاب بکنن، بر اساس این راهکاری که ارائه میدن، امکان بازگشت دیکتاتوری وجود نداره و مردم میتونن در شرایط باز فضای سیاسی برای تحقق خواسته هاشون در واقع اقدام بکنن بدون اینکه نگران زندان، شکنجه، اعدام یا محروم شدن از حقوق شهروندیشون باشن. آقای پاکنژاد، به من بفرمایید که این طرح براندازی رژیم یا طرح ایران آینده است بعد از برافتادن جمهوری اسلامی؟ این طرح در واقع سه مرحله است. یکی قبل از براندازی، برکنانی، انحلال، هرچی که شما میفرمایید و دیگر عزیزان، یکی مربوط به دوران گذاره، یکی هم بعد از دوران گذار برای دورانی که آزادی سیاسی در واقع یا دموکراسی نهادینه بشه. ممکنه بفرمایید که هر کدوم از این مراحل رو به طور خلاصه توضیح بدید؟ الان برای مرحله براندازی رژیم جمهوری اسلامی یا حذف جمهوری اسلامی از صحنه، گروه شما، نام گروه شما چیه؟ بالاخره شما باید یک گروه اسمی داشته باشه. بله، طراحان تر به دلیل اینکه نمیتونن از نام حقیقیشون استفاده کنند، خودشونو به عنوان یه گروه تشکیلات کوچکی به نام متحدان انقلاب ملی معرفی کردن. صحیح. اما کاری که ما الان داریم انجام میدیم در راستای ایجاد جبهه آزادی خواهی هست و یک گروه رایزنی برای ایجاد جبهه آزادی خواهی سال گذشته در واقع ایجاد کردیم که در ارتباط با همین طرح به اصطلاح سعی کردیم که با دیگر نیروها و شخصیت‌های مختلف وارد گفتگوی مستقیم‌تری بشیم. شما در مرحله اول که مرحله براندازی هست، در مورد این ممکنه بفرمایید خلاصه طرحتون چیه؟ عرض کنم که در رابطه با شیوه براندازی یا انحلال، این برمیگرده به از نظر با شورای رهبری. در واقع اون شورای رهبری هستش که تعیین میکنه بر اساس امکانات و توانی که داره شیوه مبارزات رو چگونه پیش ببره. طبیعتاً این طرح معتقده که این رژیم قابل اصلاح نیست و طبیعتاً باید ازش عبور کرد. چگونگی عبور از اون بر محدوده وظایف شورای رهبریه و به طور کلی این طرح سعی کرده بیاد از جوانب مختلف مسیر کار رو به اصطلاح دنبال بکنه
و بگه که برای اینکه ما بتوانیم این مراحل رو طی بکنیم به این ابزار و به این امکانات نیاز داریم و باید این اتفاقها بیفته. البته همونطور که شما ابتدای صحبتتون هم عنوان کردید، طرح در قالب شورای آزادی با نام اتحاد با هم هست. در واقع این به مفهوم فراگروهی بودن، فرا ایدئولوژی بودن، فرا مسلکی بودن طرح هست و در واقع این جبهه آزادی خواهی هست که همه طیف‌های فکری و طبقاتی رو در بر میگیره و این حسنای زیادی داره که دو موردش، یکی این که میتونه ثبات و امنیت کشور رو بعد از برکناری، براندازی در واقع تأمین و تضمین بکنه، یکی همینه که میتونه در این مرحله به اصطلاح برتری قوا در مقابل رژیم ایجاد بکنه. این ها نکاتی اساسی هستش که باید اتفاق بیفته تا ما شاهد شرایطی مثل عراق و افغانستان و اینطورا مسائل نشیم. بنابراین من اینجا میخوام لازم میدونم که این نکته رو به اصطلاح بگم که برخی ها با مسئله همه با همی که خمینی در اون زمان مطرح میکرد این مسئله اتحاد با هم رو سعی میکنن که با اون مقایسه بکنن، در صورتی که اون چیزی که در سال 57 اتفاق افتاد اتحاد با هم نبود، اتحاد با من بود. یعنی در واقع اون آقای خمینی بود که تصمیم میگرفت چه بکنه و اون کار رو انجام میداد، اما در قالب اتحاد با هم اون مجموعه نیروهایی که شرکت میکنن در این اتحاد اونها تصمیم میگیرن بر اساس خرد جمعی و اونها سیاست گذاری ها رو دنبال میکنن. برابر این در ارتباط با اونهایی که سعی میکنن به نوعی این اتحاد با هم و یا همه با هم رو تخته بکنن، من صلاح تونستم که این توضیح هم اضافه بکنم. خب در مورد دو قسمت دیگه هم توضیحاتی بفرمایید تا من بتونم دقیق تر پرسشی رو که دارم خدمتتون مطرح کنم. منظورتون دوران گذار و بعد از دوران بله. گذاره؟ بله. دوران گذار طبیعتاً دوره دولت موقت هست که اون بر اساس روندی که باید مثلا انجام بده مجلس مؤسسان یا مجلس قانونگذاری تدارک مجلس مال شورای ملی یا هر چی که هست اسمشو حالا مشخص نیست چون شکل نظام چیست، همینطور دولت به هر حال این مراحلی هستش که باید طی میکنه. مدت زمانش هم برمیگرده به این شورای رهبری و اون جبهه آزادی خواهان که وقتی تشکیل بشه اونها تعیین میکنن که یک سال، دو سال، شش ماه، اونو من نمیدونم، ولی هرچی که هست برای اینکه این دوران طی بشه و برای اینکه مردم بهتر انتخاب داشته باشن لازم هستش که یه دورانی رو به اصطلاح منطقی اون دوران گذار باشه تا این مراحل طی بشه تا بتونن در فضای آزاد باز سیاسی مردم در واقع انتخاب درست رو داشته باشن و بعد از اینکه این دوره در واقع دولت موقت مسئولیتش رو به دولت منتخب مردم میده، پایان دوره در واقع مسئولیت دوره شورای رهبری یا دولت موقت در این مرحله به پایان میرسه. ولی مرحله دیگه هستش که من توضیح میدم، این مرحله هستش که در واقع این شورای آزادی مسئولیتش در واقع تثبیت آزادی سیاسی هست. این دوران با توجه به اینکه ما در تاریخمون دیکتاتوری داشتیم لازمش اینه که برای اینکه به دموکراسی برسیم باید آزادی سیاسی تضمین شده باشه، آزادی سیاسی برقرار باشه. در واقع این آزادی سیاسی نقل یک کودک یا نوزادی رو داره که برای رسیدن به دوران بلوغ احتیاج به مراقبت داره که این وظیفه رو در شورای رهبری شورای آزادی در واقع دنبال میکنه و در قالب نظارت نه دخالت و سعی میکنه که این دوران اون مواردی که لازم هست صورت بگیره در واقع به مسئولان گوشزد بکنه و اگر مسئولان مثلا پاسخ مثبتی نداشتن یا نتونستن کاری بکنن اونو به مردم اعلام میکنه که تا مردم در واقع در این ارتباط عکس‌العمل‌های خودشون داشته باشن. به هر حال مرحله سوم مرحله تثبیت آزادی سیاسی است، مرحله نهادینه شدن دموکراسی هست. آقای پاکنژاد حالا بریم سر پرسش‌های من از شما. ملاحظه فرمایید اینکه خلاصه طرح فرمودید از شما ممنونم، اما شما در شروع صحبتاتون فرمودید عده زیادی از کسانی که در تهیه این طرح دخالت داشتن در داخل ایران هستن، درسته؟ من صداتون رو متوجه نشدم چون الان صدای منو دارید شما؟
بفرمایید شما صحبت کنیم. آقای پاک نجات، از حضورتون سوال میکنم که شما در ابتدای توضیحاتتون در مورد این متحدان انقلاب ملی شما اشاره فرمودید که بخش عمده ای از تهیه کنندگان این پروژه در داخل ایران هستند، درسته؟ برای یکی دو دقیقه از حضورتون مرخص میشم تا برگردیم و مشکل فنی رو رفع کنیم. باز هم به پیام‌های بازرگانی توجه فرمایید تا من برگردم. شب‌ترانه‌ای به رنگ آبی‌ترین جای دریا، شنبه 17 نوامبر 2012، سبن تیاتر، بیولی هیلز، لس آنجلس. شب ترانه ابریشمین با دو درخت بی زمین، فرهاد بشارتی و سازش که قانون عشق است، شهریار غنبری و مخمل ترانه هایش که حافظه یار و دیار است، شما را میبرند تا قله ها، تا آبی ترین جای دریا، شبی برای لمس دوباره عاشقانه ها به همراه بهترین های جهان. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن. برای حضور در این سفر جادویی با این شماره تماس بگیرید: 888-245-88-88 و بلیت را از Ticketmaster, sevntheater.org, farhadmusic.com و همه فروشگاه های معتبر ایرانی بخواهید. It's about time. شنبه 17 نوامبر 2012 with فرهاد and شهریار. بیشن اصیل، متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا، با بیش از 30 سال تجربه و صدها پرونده موفق در امور مهاجرت به آمریکا، اخذ پناهندگی، اقامت از طریق سرمایه گذاری E2 و EB5، ویزای توریستی و مهاجرتی B1 و B2، ویزای نامزدی، ویزای تحصیلی بدون تافل و آیلتس، اخذ جواز اوفک از سازمان خزانه‌داری ایالات متحده برای ورود سرمایه شما به آمریکا. همچنین برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا و دریافت فرم ثبت نام به مجله جوانان و یا وبسایت www.asilusa.com مراجعه کنید. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز، 310-271-3600. بختیاریات گروپ به مدیریت عسکر بختیاری با افتخار به اطلاع هموطنان میرساند که در 7 مرکز معتبر فروش اتومبیل همراه با همکاران فارسی زبان در خدمت شماست تا شما را در خرید اتومبیل های نو و دست دوم یاری دهد. هانتینگتون فورد، بیچ بولوار، پوینت هیلز، میتسوبیشی، پوینت هیلز، انهایم، میتسوبیشی، انهایم، کپیتال میتسوبیشی، سان هوزه، منلو مزدا، ردوود سیتی، ستیونز کریک سوبرو، سان هوزه و پوینت هیلز سوبرو. ضمناً نگران کردیت خود نباشید، چون ما میتوانیم به شما کمک کنیم. در فروش هیچ کس قادر به شکستن قیمتهای ما نیست. در روی سایت www.bakhtiariatogroup.com بیشتر با ما آشنا خواهید شد. bakhtiariatogroup.com. بینندگان ارجمند، به علت اشکال فنی چند دقیقه از حضورتون مرخص شدم و برگشتم. با آقای ناصر پاکنژاد از متحدان انقلاب ملی، گروه متحدان انقلاب ملی صحبت میکنم درباره طرح اونا به نام طرح شورای آزادی یا طرح اتحاد با هم. آقای پاکنژاد، سوالم این بود که شما فرمودید عده‌ای از کسانی که این طرح رو تهیه کردن در داخل ایرانن، درسته؟ بله همینطوره. خب اینها چجوری میتونند به اصطلاح در این مرحله در این حرکت مشارکت بکنن و شرکت بکنن؟ یعنی چجوری بین شما که در خارج از کشورید و اونها در داخل کشور هماهنگی به وجود میاد؟
اونها فضای کشور که کاملا بسته است و این راه حل هایی هم که در اینجا پیشنهاد شده راه حل ها همه راه حل های جامعه است، مبارزه نافرمانی مدنی است، مبارزه است بدون خشونت، جا به جا این توصیه شده. این چجوری عملی میشه؟ البته هدف این مجموعه این نیستش که مسئولیت کار به عهده بگیره، در واقع نقش یک مشاور رو سعی کرده بازی بکنه، سعی کرده برای اونهایی که در محور امور هستن در واقع این طرح رو ارائه بده و اونها دنبال بکنن. اینکه چگونه اینها میتونه عمل بکنن تقریبا نقششون اطلاع رسانی است. خب اگر این هست ایران... اگر نقش شما، نقشی که قائل هستید برای این گروه، یه طرح، یه گروه مشاور هست و یه همچین طرحی رو دارن، الان نهادهایی هستن در داخل کشور، در داخل خارج کشور، چون من از داخل کشور خبر ندارم، اطلاعات ما هممون بسیار بسیار ناقصه و نمیشه بر در اون مورد صحبت کنیم، ولی در مورد خارج از کشور که اون محدودیت ها نیست راحت تر میتونیم صحبت کنیم. ممکن است شما بپرسم که الان اتحاد جمهوری خواهان وجود داره؟ تا اونجایی که میدونم چندین نهاد دیگر هم وجود داره که من اسمشون نمیدونم. مهمترین چیزی که الان وجود داره کنار اتحاد جمهوری خواهان این نهادی است که تشکیل شده، کمیته موقتی است برای تشکیل کنگره ملی، برای نهادینه کردن شورای ملی برای ایران، شورای ملی ایران هست. چرا این طرح رو به عنوان مشاور به اونها ارائه نمیدید؟ اینکه شما که خودتون نمیخواید کاری بکنید، یه مهندس مشاور یا گروه مشاور قاعدتا طرحش رو باید به یه سابکاری ارائه بده و شما خودتون کاری نمیخواید بکنید، بنابراین چجوری میشه قضیه؟ من نمیفهمم. فقط شما طراحید و نویسنده یا اینکه با این سازمان ها تماس گرفتید؟ اونها هم مثل من هنوز نقش شما رو متوجه نشدن. عرض کنم که خب برای انجام هر کاری احتیاج به امکانات و ابزارش هست و طبیعتا این قضیه از عهده ما خارج بوده و هست. در واقع این ابزار امکانات در عهده اشخاصی مثل آقای رضا پهلوی و اشخاص دیگه که به هم محور امور هستن و خودشون رو در اینجا و اونجا محور قرار دادن هست. ما هم در این چند سال سعی کردیم و با اینها تماس گرفتیم، وارد گفتگو شدیم. اینها طرح رو در واقع مورد پذیرششون بوده، تایید کردن به شکل‌های مختلف، اما متاسفانه به اجرا نرسوندن. به این خاطر بوده که ما در این مرحله ضرورت دیدیم که در واقع این طرح مستقیما به اطلاع مردم برسونیم تا مردم بدونن که برای اینکه بتونن در واقع امیدوار بشن با مبارزاتشون به خواسته هاشون میرسن، راه حلای وجود داره که میتونه در واقع این راه حل تضمین کننده مبارزاتشون باشه و تحقق خواسته هاشون. خب از اینکه انجا باید لازم هستش که از شما تشکر بکنم که این فرصت رو در اختیار من و دوستان قرار دادید که این طرح رو به اطلاع مردم برسونیم از شما. و در همینجا تقاضا داریم که آقای رضا پهلوی، آقای نوری علا، آقای اشخاص دیگه که برها میور هستن، اتحاد جمهوری خواهان و و و بیارن طرحشون رو مستقیما در یک جا، حالا برنامه تلویزیونی هست، هرچی هست، بیان ارائه بدن که آقا این راه حلی که اینا مطرح میکنن چگونه میتونه به اون هدف برسه. موضوع اینه که خواست یک موضوع، تحقق خواست یک موضوع دیگه. این حساب باید اینها اونطور که معلوم، مثلا شما در این منشور وقتی صحبت میکنین میبینیم که فقط بیان خاص شده، ولی تضمین تحققش کجاست اصلا مشخص. خب شما هم تضمین تحقق، شما هم تضمین تحقق ندارید، هیچ کس نداره تضمین تحقق. ما راه حلی که ارائه دادیم تضمین کننده اون تحققش هست. ببینید اون چیزی که تفاوت هست بین این طرح ما و دیگر طرح‌ها، ما برای اون وعده‌ای که فرض مثال اون جبهه آزادی خواهان به مردم میده، یعنی تضمین آزادی سیاسی در هر شکل از نظام‌های سیاسی منتخب مردم، توسط اون راهکار در واقع محقق میشه. ولی دیگر جریان‌ها تضمینی ندارن، میگن این تضمین به عهده خود مردمه و این مردم هستن که از دست قاعدشون به اصطلاح دنبال میکنن، حمایت میکنن و و غیر. در صورتی که مردم ما به واقع با توجه به مشکلات زندگی که دارن بیچاره‌ست، دنبال یه لقمه نون هستن و این راه حلی هستش که میتونه هم مردم به زندگیشون بپردازن، که روند توسعه شکل بگیره و اون راهکار اجرای بودنش این تضمین رو ایجاد میکنه که
در واقع اون راهکار این تضمین ایجاد میکنه و تحقق اون توسط توافقی هستش که امروز نیروهای آزادی خواه میتونن با هم داشته باشن، وعدش رو به مردم بدن و در فردای ایران در قانون اساسی وارد قانون اساسی میکنن و اجرایش میکنن. به هر حال شما طبیعتاً برای انجام هر کاری نیاز دارید که اول بدونید که نتیجه اون کار چی میشه. یکی از دلایلی که ما میبینیم که مردم از صحنه در واقع صحنه مورد گزدان هستن و ناامید هستن اینه که بی‌اعتماد هستن. تا زمانی که این بی‌اعتمادی مردم حل نشه نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم تو صحنه بیان. مردم به چی بی‌اعتمادن؟ متوجه نشدم. مردم به چی بی‌اعتمادند؟ حقیقت مردم به این اعتماد دارن که به اصطلاح فردا بعد از اینکه مبارزات انجام میدن و طبیعتاً این مبارزه مبارزات به اصطلاح ساده نخواهد بود، نتونن به اون خواسته هاشون دست پیدا بکنن. مردم به کسای به اصطلاح بی اعتماد هستن که در این مدت نتونستن یک همبستگی ایجاد کنن، نتونستن یه راهکار عملی برای این مسائل پیدا بکنن. و شما پیدا کردین؟ بله، ما فکر میکنیم پیدا کردیم و در این ارتباط هم میتونیم به صلاح وارد گفتگو، بحث، مناظره با هر کسی که معتقد هستش که شما الان در تمام طول این سالها فرمودید اگه اشتباه نکنم 12 سال این طرح تهیه شد، درسته؟ بله بله. این طرح با این سابقه طولانی برای تهیهش شما چقدر این رو به قول معروف تونستید لابی بکنید و بفروشید در جامعه ایرانی خارج از کشور و داخل کشور؟ همونطور که خدمت رو عرض کردم اصلا ما به دنبال این نبودیم که خودمون نقش محوری ایجاد بکنیم. ما وظیفه‌مون بوده که این طرح رو به کسایی که در محور امور هستن ارائه بدیم و همونطور که خدمتتون عرض کردم کسایی که با این طرح آشنایی دارن نتونستن ایرادی ازش بگیرن و در این ارتباط در واقع از اونها باید سوال کرد که در طرحی که نتونستید ایراد بگیرید چرا اجرایش نمی‌کنید. خب من از شما سوال می‌کنم، شما یه جنسی رو دارید می‌خواید این رو تو این بازار سیاست بفروشید، آیا شما در این کنفرانس واشنگتن که تشکیل شده بود اتفاقا چندین نفر اونجا بودن از جمله آقای نوریالا و قسمتش اومدن گفتن که جاهای مختلف سازمان‌ها و گروه‌های مختلف طرح‌هاشون رو بیارن مطرح کنن، آیا شما در اونجا شرکت کردید، طرحو بردید؟ بله، ما درخواست دادیم، متاسفانه جواب رد دادن و گفتن طرح شما به درد این کنفرانس نشست نمیخوره و اتفاقا یک برنامه در تلویزیون خانم آسمی با جناب آقای آرام حسامی داشتم و نسبت به این مسئله اعتراض کردم و خودشون هم در واقع گفتن که من نمیدونم ماجرا چیست. ولی نه تنها کنفرانس واشنگتن بلکه این کنفرانس بروکسل و هر جایی، یعنی ما هر جایی که همین شورای موقت هم من خودم با آقای پیرزاده صحبت کردم. بله. ولی خب متاسفانه قطع مشیشون ظاهرا چیزی دیگه است که با تر ما همخونی نداره. نه اجازه بدید بفهمم چجوری شد، چون حقیقت چه بخوایی اینها همه اتلاف انرژیه، یعنی انرژی های محدودی که در خارج از کشوره و برخلاف کسانی که فقط میخوان شعار بدن من اصلا اعتقاد ندارم ما انرژی خیلی عظیمی رو در خارج از کشور داریم، ما انرژی مشخصی رو داریم و باید از اون بهترین بهره برداری ممکن رو بکنیم. این طرح شما رو به چه دلیل آقای پیرزاده رد کردند؟ آقای پیرزاده طرح رو در جریانش نیستن، ما در واقع اشاره داشتیم. شما بهتره که اون سوال در رابطه با آقای رضا پهلوی یا آقای نورعلا بپرسید. نه کی اجازه بدین شما فرمودید که با آقای پیرزاده صحبت کردید، درسته؟ در ارتباط با همکاریشون در شورای موقت، در واقع ما برای ما دعوتنامه فرستاده بودن که در این ارتباط از منشور حمایت بکنید. ما اراده اساسی در منشور دیدیم و در این ارتباط با هم وارد گفتگو شدیم، فقط در حد یک تلفن صورت گرفته. خب ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم، حتی من نیستم در جریان عملی کارشون، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم این کمیته موقت و این به اصطلاح نکاتی که 16 اصلی که مطرح کردند که یه سری بیان خواسته هست، قاعدتا در مرحله بعد یعنی تشکیل اون کنگره ملی اگر برسه ممکنه این طرح توش جا داشته باشه، درسته یا نه؟ این طرح مرحله اول نیست که در واقع یه سری خواستار رو مطرح کردن و در اون خواستا خواستن کسانی که با این خواستا همراه هستن به دنبالش بیان.
مرحله بعد تشکیل کنگره ملیه. در کنگره ملی هست که یه همچین طرحی مثل طرح شما جای طرح و توجه داره. آیا درست میگم یا اشتباه میکنم؟ عرض کنم که اولا منشوری که ارائه شده یک منشور فراگروهی، فرامسلکی و فرا ایدئولوژی که جناب رضا پهلوی میگن نیست. در جایی که موادی به اصطلاح اومده که بخشی از مردم باهاش موافق نیستن و خودتون حتما شاهدش هستید، این نمیتونه فراگروهی، فرامسلکی و فرا ایدئولوژی باشه. در جایی که طرح ما فراگروهی هست و فرامسلکی و فرا ایدئولوژیکی، در واقع باز همین سوالو بهتره که از همین به اصطلاح نه من سوالو از شما باید بکنم، برای اینکه شما در واقع باید به پرسش من پاسخ بدید. من با اونها هم ارتباطی شخصا ندارم که بخوام دائما چیزی رو با اونها چک بکنم. یه برنامه سازی هستم در تلویزیون اندیشه، برنامه ساز مستقلی هم هستم و قاعدتا شاید باید مثلا امشب به جای شما از اونها دعوت میکردم بیان در مورد طرحشون صحبت کنن. این کار خواهم کرد، ولی چون شما فرمودید و این طرح رو دادید و این طرح به نظر من روش کار شده و الان یه نهاد دیگه در شرف تشکیل هست، من هنوز نگرفتم به چه دلیل به طرح شما توجه نشده و چه چیزی در خواستای 16 گانه این کمیته موقتی که تشکیل شده وجود داشته که به نظر شما فراگروهی نیست و شما نتونستید خودتون با اون همدل کنین. ضمن اینکه این کمیته موقت اصلا کارش ابتدایی و موقته، یعنی هیچ چیز نهایی نیست. اونچه که نهایی میشه در واقع در داخل کنگره است که میخوان تشکیل بدن. چطور شما نتونستید باهاشون همدل بشید؟ عرض کنم که ما سعی کردیم همدل بشیم و در واقع با توجه به مکاتباتی هم که داشتیم اعلام آمادگی برای همکاری با این مجموعه رو رسما اعلام کردیم. دیگه برمیگرده به اونها که از ما دعوت بکنن آیا نقطه نظرات ما در قالب اون منظوری که شما فرمایید هست یا نیست. شما به عنوان یک گروه آیا در اون قسمتی که سازمان‌های حمایت این منشور و این حرف هستن ثبت نام کردین؟ نه خیر، عرض کردم از نظر ما منشور دارای ایراد اساسی هست که با مسئولیت و وظایف ما و میشه به چند تا از این ایراداش توجه کنین؟ به ذکرش بله. بکنین؟ بله، مهمترین ایرادش اینه که اساساً به موانع و مشکلاتی که اپوزیسیون گرفتارش هست توجه نکرده، فقط بیان خاص داشته. در صورتی که وقتی کسی میخواد یک منشور بنویسه و منشور مبارزاتی باشه که بتونه نتیجه بخش باشه، باید به این مشکلات و موانعی که اپوزیسیون گرفتارش هست توجه بکنه تا اینکه بتونه جلوی موازی سازی ها و به اصطلاح مخالفت ها رو بگیره. مثل چی؟ مثل چی؟ ولی جناب پاک نجات منظورتون از موانع هست؟ بله، این موانعی که بر سر راه نیروهای مخالف خارج از کشور اپوزیسیون هست و این حرفا، این چیه که در این منشور بهش توجه نشده؟ میخوام نظرتون رو دقیق‌تر بدونم. ببینید، موانعی که توی اپوزیسیون وجود داره رو میشه توی 5-6 مورد به اصطلاح بیان کرد. یکیش مشکل فرهنگی هستش که به حال جامعه ما و این نیروهای اپوزیسیون که در به حال از همین جامعه برخواستن نو دارن. این مشکل فرهنگی که وقتی صحبت میکنیم انتقاد از خود نداره، انتقاد پذیری نداره، انتقاد از خودش نداره، خودمحور، چاپلوسه. اینها مواردی است که مثلا در سطح جامعه به دلیل دیکتاتوریایی که وجود داشته همچنان برقرار هست. باش خود شما شاهد هستید، کسایی که 20 سال 30 سال عمدتا در کشور دموکراتیک زندگی کردن هنوزی که هنوزی این فرهنگ گذشته خودشون نتونستن به دور بیاندازن و هنوز به مسئولیت و وظایفشون به عنوان یک فعال و روشنفکر سیاسی واقف نیستن و نمیدونن که در این شرایط، نه در گذشته حتی، برای اینکه بتونن منافع ملی و منافع جامعه رو تامین کنن باید در کنار هم وارد گفتگو بشن، اون موارد مورد اختلاف رو وارد بحثش بشن، یک راه حل پیدا بکنن. ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که این نیروها همدیگر رو نفی میکنن به شکل‌های مختلف. این ناشی از مشکل فرهنگی است. آقای پاک نجات، اگر بخواد چنین کاری بشه که کاملا نظر شما درسته، یعنی ما مشکل فرهنگی داریم و این مشکل فرهنگی رو نمیتونیم ندیده بگیریم، هست، تعامل همدیگر رو نداریم، همدیگر رو قبول نداریم، هممون یمنیم، هیچ کس نیم من نیست، همه اینا هست و
همه اینا درسته. اما در این اتفاقی که افتاده، در این منشور یا آمالنامه یا آرماننامه ای که ذکر شده است، این اولا یه چیز موقته. این شکل نهاییش در واقع در اون کنگره‌ای که اینها تشکیل خواهند داد روشن میشه و نه قبل از اون. بنابراین چطور میشه از حالا ارزیابیش کرد و حزم و گفتش که این به اون خواستای ما نرسیده؟ جای نهایی کردن این به اصطلاح منشور در واقع در داخل اون کنگره است که همه حک و اصلاح ها انجام میشه و بالا پایین ها انجام میشه، اضافات انجام میشه روش، ممکنه کم و کسرش بکنن و تمام این اتفاقات در اونجا میفته. چطور از حالا شما قضاوت فرمودید در حالی که هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم؟ ببینید جناب فروزنده، من فکر میکنم و دوستانمون فکر میکنیم که، البته این موضوع رو خدمتون توضیح بدم، ما سال گذشته وقتی گروه رایزنی برای ایجاد جبهه آزادی خواهان رو در واقع ایجاد کردیم، نامی رو برای آقای رضا پهلوی اشاره کردیم و گفتیم که آقا تا زمانی که صداقت نیروها، کسایی که توی مسائل همبستگی میخوان شرکت بکنن، تا مشخص نشه، اساسا گفتگو با این افراد وقت تلف کردنه. و در اون زمان پیشنهاد دادیم که روی سه اصل به عنوان پیش شرط گفتگو بیان اینو مطرح بکنن در سطح نیروهای سیاسی و دیگر نیروها بیان در ارتباط با اون نظراتشون صحبت کنن، برخورد بشه، خرد جمعی رأی بگیره و اقدام بکنن. این با توجه به این پیش شرط ها چی بود؟ جان؟ این سه پیش شرط چی بود؟ شرط اول این بود که به اصطلاح بپذیریم حق انتخابات آزاد و برای همیشه و برای همه ایرانیان. یعنی در واقع باید مشخص بشه که ما در هر کسی، چه نیروهای سیاسی چه مردم، در راهی که قدم میذارن به واقع اون حق انتخابات آزاد برای همیشه محقق میشه. این کلمه برای همیشه یعنی ارائه راهکاری که مردم به این نتیجه برسن که در چارچوب این راهکار میتونه در واقع اون موضوع محقق بشه. با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره، امروز یک فرد نمیتونه با بیان حرفای قشنگ، با نوشتن مطالب قشنگ، حتی با آب طلا نظر مردم رو جلب بکنه. در نتیجه پذیرش حق انتخابات آزاد برای همیشه و برای همه ایرانیان به عنوان یک اصل رو بپذیرن. اصل دوم در واقع ارجحیت دادن به منافع ملی و منافع جامعه نسبت به باورهای شخصی و گروهی خودشونه. یعنی این برای هر ایرانیه، کسی که خودشو ایرانی میشناسه و هر تابعیت هر کشوری دیگه داشته باشه، مهمترین مسئله اینه که منافع ملیش و منافع جامعهشو در واقع تامین بکنه. و نیروهای سیاسی که اگه این مسئله رو ندونن و بر اساس این حرکت نکنن، طبیعتاً میشه گفتش که صلاحیت لازم رو برای گفتگو ندارن، چون که همین آدمها هستن که در واقع باعث شدن که در واقع تا حالا به هدف نرسیم. بنابراین داشتن صلاحیت نیروها در این گفتگو شرط هست. بنابراین بند دوم این بوده که باور داشتن و ارجحیت قرار دادن منافع ملی و منافع جامعه نسبت به باورهای شخصی و گروهی خودشون. اصل سوم پذیرش خرد جمعی به عنوان اصل جهت تداوم و همبستگی بوده. این سه تا اصلی بوده که پیشنهاد کردیم به آقای رضا پهلوی که اینو به عنوان یک گفتمان ملی در واقع مطرح بکنه، از همه نیروها بخواد که بیان راجع به این موضوع موادشون رو هرچی که هست با هم وارد گفتگو بشن و برن اون تشکیلات رو ایجاد بکنن. این که با توجه به تجربیات گذشته یک جمع بشینن، یک سری مفادی رو مطرح بکنن و دیگران در درونش دخالت نداشته باشن و بیان مثلا بگن که آقا به این دلیل و به اون دلیل ما حاضر نیستیم بیایم که خودتون بهتر میدونین، خب این نباید اتفاق. آقا اجازه بفرمایید، من مدافع این طرح نیستم، چون به اصطلاح فکر میکنم که این طرح، طرحی که شاهزاده رضا پهلوی به دنبال اون هستند، در کنگره‌ای که تشکیل خواهند داد شکل نهایی خودشو پیدا میکنه. اما بدون اینکه از شاهزاده رضا پهلوی وکالت داشته باشم و اصلا ارتباطی داشته باشم، چند تا چیزو میتونم از طرف شما به شما قول بدم که عیناً باور ایشون همینه. یعنی اون چه که تا حالا ایشون از خودش نشون داده جز این نیست. مثلا شرط اول حق انتخاب آزاد برای همه ایرانی ها.
تمام صحبت‌های ایشون رو اگر بخواید که شما تعقیب بکنید چیز جز این نیست. شما این در کجای صحبت‌های ایشون و اینقدر تکیه روی فقط شخص ایشون، چون ایشون از اون طرح شورای ملی حمایت کرده، از چند تا طرح دیگه هم گفته حمایت میکنم یا قبلا حمایت کرده. این چه قرینه‌ای وجود داره که شاهزاده رضا پهلوی حامی حق انتخاب آزاد برای همه ایرانی ها برای همیشه نیست؟ اینو نتیجه‌گیری رو بر اساس چی شما کردید؟ عرض کنم خب همونطور که خدمت رو عرض کردم این طرح به دفتر ایشون، به شخص ایشون داده شده، مربوط به سال 2003-2002 هست. در اون زمان آقای کامران بیگی که در دفترشون مسئولیتی داشتن ساعتها با من صحبت کردن، ساعتها سوال کردن و پاسخشون رو دریافت کردن. ولی متاسفانه آقای رضا پهلوی به دنبال رفراندومه که خودتون به شاهدش هستید رفتن و من بارها از آقای کامران بیگی سوال کردم که آیا ایشون در ارتباط با موضوع هستن یا نه، پاسخ مثبت بود. خود من شخصا در سال 2007 هم جلسه پالپاکی داشتم باشون، هم که دیداری رو داشتم و در این ارتباط به اصطلاح سعی کردیم که مسائل رو مطرح کنیم. در اون نشستی که حضورم خدمتشون داشتم در تمامی موارد مورد بحث ایشون نظرات ارائه شده رو مثلا مورد تایید قرار دادن. خب ولی متاسفانه خب عمل نکردن. من نمیدونم که اشکال از ماست، اشکال از ایشونه، من نمیفهمم. به هر حال اون چیزی که اشکال فکر نمی‌کنید از شرایطه جانم؟ شما فکر نمی‌کنید که نه اشکال از شماست نه از ایشون، اشکال از مجموعه شرایطی است که اجازه حرکت تندتر و با سرعت بیشتر رو احتمالاً نمیداده. من نمیتونم به جای ایشون حرف بزنم، نمایندگی هم ندارم، ولی برداشت خودم دارم میگم. یعنی همونقدر که شما بیشتر از این نتونستید جلو برید، ایشون هم نتونسته بیشتر از این جلو بره. چرا اینطور برخورد میکنیم؟ چرا برخورد مثبت تو هم با قبول همدیگر رو نداریم؟ آخه ببینید جناب فروزنده، وظیفه کسایی که در واقع خودشون مخالفه حکومت و رژیم در واقع عمها میکنن، میدونن که برای اینکه در واقع هدفشون اینه که این حکومت کنار بده و میدونن برای اینکه این اتفاقا بیفته یکی از مهمترین مسئله که باید شکل بگیره ایجاد یه تشکیلات منسجم و مثلا متحده و قدرتمنده. خب طبیعتا این قضیه رو از هر زمانی میشه انجام داد. شما الان مقایسه کنید این زمان رو با 5 سال پیش، مقایسه کنید 5 سال پیش رو با 10 سال پیش، میبینید که مردم در اون زمان که به اصطلاح به خصوص رسانه‌ها که در داخل کشور به اصطلاح اومدن، مردم یک شوق امیدی رو پیدا کردن و حمایت کردن. پربیننده ترین برنامه‌های تلویزیونی در اون زمان حتما شما دنبال کنید میبینید، ولی امروز میبینید که یأس و ناامیدی هست. اینها نتیجه عملکردهای نامطلوبی هست که در واقع صورت گرفته اون زمان هم. آخه شما چرا، ببینید شما چرا دوست عزیز از یک طرف ماجرا میایید؟ نه، بخش عمدهش نتیجه سرکوب وحشتناکی است که در سال 1188 در ایران اتفاق افتاد و نسق مردم رو کشید این رژیم فاشیستی. شما چطور اینو میذارید به حساب شاهزاده رضا پهلوی؟ چرا میذارید به حساب من؟ چرا میذارید به حساب حسن حسین در خارج از کشور؟ آقا یک رژیمی در برابر انتخابات خودش ایستاد و قلع و قمع کرد، به مردا تجاوز کرد و کشت و سوزوند زنها رو. ممکنه بفرمایید که این آیا به نظر شما در کدوم مطالعه تطبیقی وقتی یک رژیمی تا بن دندان مسلح پدر مردمش رو درآورده بعد مردم بلافاصله تونستن بلند شن؟ ببینید این چیز جدیدی نیستش، قلع و قمع کردن نیروهای مخالف مردم. این حکومت از روزی که بر مسئله قدرت نشسته این کاری کرده و باز هم خواهد کرد. بنابراین اگر بخوایم قرار باشه در این ارتباط به این صورت به مسئله نگاه بکنیم، در واقع باز برمیگرده به اون شورای رهبری که چگونه با این وضعیت میتونه در واقع رهبریت مبارزات رو دنبال بکنه، چه کار باید بکنه چه کار نباید بکنه. شورای رهبری تا حالا وجود نداشته آقای پاک نژاد. دقیقاً نکته همینجاست. یعنی شما آقای پاک نژاد، اپوزیسیون خارج از کشور هنوز درگیر کودتای 28 مرداده.
من خدمتتون عرض کردم ما چرا از آقای رضا پهلوی انتظار داریم؟ موضوع همینه. موضوع اینه چرا مثلا از آقای ایکس یا خانم ایگرگ مثلا انتظار نداریم؟ آقا خیلی بیشتر از رابطه‌ای که رضا پهلوی با پدرش داره احساس میکنم با زنده یاد دکتر مصدق دارن. شما چطور از اونها توقع ندارید؟ آقا اصل تا کنون در همین چند ماهی اخیر شما میبینید اختلاف اصلی بر سر زنده یاد دکتر مصدق و شاه، بر سر شورای رهبری نبوده. حالا هم که این آمدن یه گروهی یه چیزی رو درست کردن که معلوم نیست موفق بشه نشه، هرچی که هست، خب ما میبینیم که شما تمام سرزنش قضیه رو میارید روی گروه‌های خارج از کشور و روی ایشون. من از ایشون دفاعی ندارم بکنم، آدمی است خودش میتونه از خودش دفاع بکنه. من اصلا این نیستش که آقای رضا پهلوی رو در واقع محکومشون بکنم، نه اصلا این نیست. من شاید این به این صورت مطرح بکنم، شما فرض کنید که همین الان من و شما و آقای رضا پهلوی و آقای مثلا رضا زاده اینجا در جمع ما هستن، وزنه 250 کیلویی وجود داره و یه نفر باید بلند کنه، کی باید این کارو میکنه؟ آیا من و شما آقای رضا پهلوی؟ طبیعتا آقای حسین‌زاده این کارو میکنه. در عرصه سیاست هم تنها شخصی که توانایی جذب اکثریت نیروهایی رو داشته که میتونسته تاثیرگذار در ایجاد اون تشکیلات باشه شخص آقای رضا پهلوی بودن و هستن. بسیار خوب، شما اگر بودن و هستن، من نماینده اون گروه نیستم ولی مثل این که دارم اون رو بازی میکنم. ببینید اون نقش رو ایفا میکنم. شما چرا این طرحتون رو و این شورای این متحدان انقلاب ملی یا رایزنی برای جبهه آقا آزادی خان ایران ملحق نمیشید به این شورا که وقتی ملحق شدید برید در کنگره به نظراتتون رو جلو ببرید؟ آخه قبل از این که فرصت پیدا بکنید شما رو که نمیتونن کنار بذارن. آیا شما خواستید ثبت نام بکنید و به شما گفتن که اجازه ثبت نام ندارید؟ نه، ما هیچ مخالفتی نداریم که باشون همراه بشیم و همکار بشیم و بدن ارتباط عرض کردم که اعلام موافقت هم دوستان کردن. بحث ما اینه که فعلا چون با بخشی از مفاهات دوستان در واقع مشکل دارن و امضای این ابتدا اینه که میگن اینو امضا بکنید بعد وارد کار بشید. خب در جایی که با بخش از آقا اگر اجازه بدید آقای پاک نژاد، وقتی میگن امضا بکنید و وقتی وارد کار بشید توی اون این به این معنا میگن که تا توی کنگره ملی بریم و تو کنگره ملی بزنیم تو سرکله همدیگه اون طرح فاینال رو به تصویب کنگره ملی برسونیم و بیاریمش بیرون، اینو دارن میگن. من غیر از اینه منظورشون. اگه منظورش این باشه که این امضا به فلاد نتیجهش تایید منشور نیست، حتما دوستان میشنون، حتما هم این کار رو خواهند کرد. ولی اگه منظور این باشه که امضا کردن به مفهوم تایید منشور هست، خب این سخت میکنه مشکل. عزیز من اصلا. جز یه تجربه بیشتر نیست تا این قاعدتا اینا تا یه ماه دیگه دو ماه دیگه باید این کنگره رو داشته باشن. هر لحظه میشه خارج شد از جریانی که بهش اطمینان نیست. من نتونستم منظورم برسونم. بحث در ارتباط با مفادی هستش که مورد تایید دوستان نیست. بنابراین در موردی که مورد تایید آخه من نمیفهمم چه موردی هست که مورد تایید دوستان شما نیست. اگه بگن که ناقصه یه حرفی، ولی وقتی میگن مورد تایید نیست یه بحث دیگه هست. یکی از این موارد بگین که مورد تایید نیست. مهمترینش بند 11 است که صحبت از عدم تمرکز میکنه. خب. این مشخص نیست عدم تمرکز چیست. دوم اینکه در کل این مردم و نیروهای مخالف همه جریان ها در واقع خواهان عدم تمرکز نیستن، شاید معتقد به متمرکز بودن حکومت باشن. این مسئله در حق انتخاب مردمه، ما حق نداریم که در ارتباط با اون چیزی که خب آیا شما فکر نمیکنید جناب پاک نژاد، شما آیا فکر نمیکنید که اگر در کنگره ملی برین و سر همین مطلب نکتتون رو مطرح کنید که اتفاقا من با شما هم عقیدم، کلمه و عبارت به نظر من نادرسته و باید اصلاح بشه، این کلمه درست نیست، ولی این به معنی رد کردن این کل نیست. می شود رفت و در کنگره اونجا اگر دیدید که نه در به همین پاشنه میچرخه و امکان نداره که این عبارت تغییر پیدا بکنه، یعنی آیه قرآنه، میتونید خروج بکنید و در موردش صحبت بکنید که آقا ما رفتیم تا این مرحله هم رفتیم، به هیچ کدوم از استدلالای ما توجه نکردن. فقط این پیشنهاد شما مورد تایید ما هست و ما بر همین اساس با این مجموعه وارد گفتگو شدیم.
و ببینیم چی میشود. متاسفانه این گفتگو آخر ما فکر میکنم حدود دو هفته پیش بود با آقای پیرزادی که قرار شد که از طریق اسکایپ با هم صحبت بکنیم، ولی ایشون دیگه تماسی نگرفتن. به هر حال کاری از دست ما دیگه و دوستان بر نمیاد، اونا هستن که باید دیگه الان دستشون رو به طرف ما دراز بکنن. ما دستمون رو به طرف اونا دراز کردیم. به هر حال بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم از آشنایی با شما و گفتگویی که با شما داشتم. امیدوارم این گفتگوها رو در آینده با فرصت‌های بعدی و به تناسب موضوعات مختلفی که هست و با این آرامش خاطری که شما دارید ما بتونیم با هم ادامه بدیم. خیلی خیلی تشکر میکنم از شما که این فرصت رو به من دادید که به اصطلاح این طرح در واقع برای دوستان و هموطنانمون به اطلاع برسونیم. البته اگه اجازه دارم که ایمیلی رو بدم در صورتی تماس بخواهم بفرمایید. اگه خواستم من هموطنان تماس بگیرن میتونم با ایمیل MAM یعنی مام مادر احمد مادر 1380@hotmail.com میتونم با صاحبان ته در ارتباط باشن و گفتگو بکنن. ما هم که در قالب گروه رایزنی برای ایجاد جبهه آزادی خواهان داریم تلاش میکنیم، دنبال همین طرح هستیم چون مورد تاییدمون هست و میریم به این امید که دیگر با دیگر نیروها به یک وحدت عمل برسیم و به عنوان یک شخصی که در پایین ترین سطح از اون تشکیلات میخواد کار بکنه در واقع یک گوشی از کار بخته بگیریم. لطف کنید یک بار دیگه ایمیل رو تکرار کنید. M مثل مادر، A مثل احمد، M مثل مادر، عدد 1380 @hotmail.com. سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. من به شما برای شما روز خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم شاد و سربلند باشید. بینندگان عزیز، برنامه من در همینجا به پایان رسید. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و با این همه گروه های مبارز و این همه آدم هایی که به سرزمینشون فکر میکنن، من فکر میکنم بالاخره کامروایی در انتظار مردم ایران. شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، کوها لاله زارن